این ویدیو دوم فستینگ هست و تو این ویدیو میخوام یه سری ریزکاریا بهتون یاد بدم که لابلای فواید رژیم فستینگ که یاد گرفتیم تو قسمت اول بهش نگیم رژیم چون واقعا رژیم نیست بهتون یاد بدم یه سری ریزکاریا هست که لابلای فوایدی که فستینگ داره بهتون امروز قرار در صحبت بکنم اگه افتخار داشته باشم بهتون یاد بدم و ازتون یاد بگیرم اگر که قسمت اول فاستینگ رو ندیدید فاستینگ A to Z یا صفر تا صد حتما ویدیوشو رو ببینید پیج من رو که توی یوتیوب کلیک میکنید روش و سرچ میکنید کتاب فارسی احتمالا اول کتاب به فارسی رو به شما پیشنهاد میده ولی کتاب فارسی میاد لوگوی من رو میبینید رو پیج کلیک میکنید و قسمت ویدیوها رو بزنید اونجا به ترتیبی که آپلود شده میتونید ببینید سعی میکنم توی قسمتی که قسمت یه قسمت دیگه داره که ویدیوها رو میتونی از میتونی سرچ بکنی و ویدیوها رو به صورت طبقه بندی شده بذاری اونجا هم بذارم فقط برای فاستینگ باشه یعنی بتونیم قشنگی قسمتی داشته باشیم که فقط در مورد فستینگ باشه قسمت ویدیو رو بزنید قسمت پلیلیست دنبال کلمه پلیلیست بوده به هر حال اگه قسمت ویدیو رو بزنید قسمت فاستینگ صرف تا صد این ویدیو رو بیشتر درست کردم به این دلیل که خیلی استقبال شد و خیلیاتون سوال کردید آقای امیر حسینی هاشمی و خیلی دوستان دیگه محسا قاسمی خانم پونه که همیشه لطف داشتن به ما ارشید و خانم نور نازنین که سوالتون گرفتم که مدت فست رو پرسیده بودید و یه دوست عزیز دیگه ای که فکر میکنم گفتن یه شن کوچیک روی کلی هم هستش میتونم فستینگ داشته باشم فستینگ یه چیزی هستش که با بدن ما سازگار هستش قطعا شما باید با پزشکتون مشورت بکنید و من صلاح... صلاحیت اینو ندارم که از راه دور بر شما نسخه بپیچم ولی ممانعتی ایجاد نمیکنه. فستینگ سرشار هست این سوالات بود که باعث شد و خیلی کسایی دیگه که الان اسمشون رو ام 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 یوزرشون معلوم نبود فستینگ خیلی فواید داره یکی از فوایدش این هستش که بدن رو میزازه رو مسیر عادی ادعاهایی هستش که آدمهایی هستن که غذا خوردن رو قطع کردن و تونستن سرطانشون رو درمان بکنم ولی من در مورد این ادعاهای اندکتال با شما صحبت نمی کنم ریپورت ها ریپورت های جالب و شگفتانگیزی هستش اما ما چیزی که ثابت شده از لحاظ یه استادی هایی که پدر مادر داره یعنی پابلیشش درسته نه یه عضو میخوام یه دانشجوی دکترا یه چوسکی اومده از هند اومده اقامت بخواسته بگیره اومده یه پیپری چاپ کرده یا خودتون میدونید دانشجوهای دکترا داخل ایران دیتا ها رو منیپولیت میکنن و میان و در برای صحبت میکنن ببین فستینگ هزار تا فایده داره فستینگ انسستر های ما کسایی که نژاد ما بهشون برمیگرده فود همیشه غذا براشون اویلیبل نبوده باید میجنگیدن، گرسنگی میکشیدن تا غذا براشون اوله با بوده خیلی اعتقاد دارن که دلیل اینکه ما انقدر بیماری داریم این هستش که مدام در حال خوردنیم یک جنبش جنبه انسولینه انسولین وقتی که از سطحی دارم وارد فوایدش میشم انسولین وقتی که از یه حدی بالاتر میره هزار تا بیماری برات میاره انسولین سطح بالا و در پیامدش وقتی که هی میخوری تحریک انسولینی میکنی وقتی که کربوهیدرات میخوری یا هر وعده غذایی تو تعدادش رو بیشتر میکنی چون دو تا موضوع هست هی این سطح انسولین میره بالا یواشواش تا میاد بره پایین دوباره میبریش بالا یه چیز دیگه میخوری حالا خیلی مربوطه که چه چیزهایی بخوری ولی معمولا آدم ها یه کامبینیشنی بین فت، چربی، پروتئین و فیبر و کاربوهیدرات میخورن هر چقدر این مقدار کاربوهیدراتتون بیشتر باشه سطح انسولینتون بالاتر میره چرا؟ چون کاربرد انسولین که یک هرمون رشد بوده نه هرمون گروتا گروت هرمون رو نمیگم یک هرمون رشد بوده از این لحاظ که قرار بوده ازوله برای ما بسازه تبدیل شده به چیزی که اضافی قند رو از خون میگیره و چون ما ازش فعالیتی نداریم که بره تو ازولاتمون به صورت چربی ذخیرش میکنه این سطح بالای انسولین بیچارتون کرده رژیم نگید بهش فستین که یک طول هست میتونه به شما کمک بکنه که این سطح انسولین رو بیارید به سطح متعادل نه خیلی پایین خاطر همینه که من از 6 سال 7 سال پیش گفتم هر روز نباید فست بکنی یا توی چالشان برای اکستندد فستینگ فست سه روزه هفت روزه بهتون برگشتم گفتم نباید از یه حدی ادامه برید خیلی چالش بوده هفت روزه بوده خیلی راحت اومده ملا آقا من بیشتر از سه روز خود من ادامه ندم سطح انسولین از یه حدی هم پایین نباید بیاد پس اولینش هستش که سطح بالای انسولین تو متعادل میکنه یادت باشه سطح بالای انسولین باعث میشه توی مغز باعث آلزایمر میشه توی کبد میشه مقاومت انسولینی و تبدیل به کبد چرب میشه چربیا میمونه توش به صورت بلور نمیاد بره توی خون سطح بالای انسولین توی بدن شما میشه دیابت و خیلی مکافات های دیگه ای داره ریشه بالای سطح انسولین تو خیلی از بیماری های متابولیکی و خدای نکرده سرطان ها داره دیده میشه پس بنابراین اولین کاری که فستینگ برای شما انجام میده این است که سطح انسولینتون رو میاره پایین اما برگردم به نکاتی که بهتون تو ویدیو اول دارم خواهش میکنم نه به خاطر که من ویو برای اونم هست منم ویو بگیرم ولی ویدیو اول خیلی بهتون کمک میکنه باره انواع فست ها چیزایی که میتونید توش مصرف بکنید و برای که تستایی که تازه کارن راهکار دادم که یه استپ باشه استپ باشه که بتونید فست بگیرید راهکار دادم که چیکار بکنید مرحله به مرحله تو وارد بشید فستای ابتدایی رو بگیرید و همینجوری بالاتر برید سطح انسولین بالا یعنی بیماری ولی وقتی که فستیم میکنید این میاد پایین ولی وقتی که فستتون رو بریک میکنید مهمه که چه چیزهایی مصرف میکنید مگر نه زمانی که فست هستید انسولین میاد پایین غذا میرید میخورید دور می خب این چه فرقی کرد؟ بله با یک تناوب کمتری میاد بالا پایین ولی همچنان شما پس بنابراین به فست اینو درک بکنید به فست فقط اون قسمتی که نمیخورید نگاه نکنید کار شما زمانی که فستتون رو بریک میکنید و میشکونید تموم نمیشه شما همچنان در یک کادری هستید وقتی که فیدینگ پیریدتون شروع میشه فاستینگ پیریود یعنی زمانی که شما دارید فست میکنید و زمانی که دارید غذا میخورید مهمه که چه چیزهایی وارد بدنتون میکنید و اینا رو تو ویدیو یک صحبت کردیم که انسولین دوباره بالاتر نره دو مواد مغذی به بدنت برسه سه دوباره کسافت وارد بدنت نکنی این کسافت وارد بدنت نکنید و یه ذره دیگه گوش کنی بد میگم جهنشی فایده دوم و خیلی مهمه فستینگ اتافجی هستش یا اتوفجی به فارسی اتافجی ببین بدن ما به طور معمول یک, سل... یک سری مثل هر دستگاه دیگه ای. یه دستگاهی که موزاییک میزنه شما وقتی میخواید بری سنگ بخری درجه یک داره درجه دو داره درجه سه داره کسایی که ساختمون کار کردن درسته بدن ما هم مجزا نیست خیلی قشنگ بعضی وقتا سلول های بد فرمی درست میکنه بعضی وقتا سلول های سرطانی درست میکنه ولی خودش میره اونا رو میشکونه و از بین میبره فستینگ این رو به شما کمک میده که برای اینکه انرژی روزمره خودش رو تأمین بکنه طبق یه فرایندی به نام اتافجی بره و اون سلول های خراب و دیفورم شده و سرطانی رو به عنوان سوخت از بین ببره و بسوزونه فایدهش رو خودتون میدونید سلول های سرطانی که تولید شدن سلول های دیفورم که فانکشنال نیستن اپریت درست نمیکنن از بین میره یه فایده دیگه هم داره اون هم داخل سلول هستش فرایند اتافجی برای سلول هست فرایند مایتافجی برای داخل سلوله بیز یه مقدمه بهت بگم قول بده رد نشی ببین داخل هر سلول ما از چند صد چند صد مثل 400 500 تا چند هزار ذراتی هست به نام مایروکاندریا مایروکاندریا خیلی فانکشن داره یکی از معروف ترینش بهش میگن نیروگاه های سلولی هفتاد درصد انرژی ما از داخل این مایروکانجیاها ها میاد نیروگاه های سلولی هن. ها. حالا یه سری سلول ها مثل سلول های قلب ما دستگاه تولید مثلمون مغزمون ششمون چون فعالیت بیشتری داره داخل سلول مایروکانجیاهای های بیشتری داره اون وقتایی هستش که هزاران مایروکانجیا داریم خیلی وقتا نه چند صد تا داره به هر حال باید با تغذیه سالم اصولش اینه که تعداد مناسبی داشته باشه وقتی غذای کم میخوری تعداد مایروکانجیاهایی که داخل هر سلول هستن کاهش پیدا میکنن و یه عدهشون دفورم میشن و بعد میبینی انرژیت کمه چرا؟ چون مایروکانجیاها داخل سلولت بد شدن غذاهای خودشون رو مجبور شدن اجاست بکنن چون غذای بد رو بعد ازش انرژی میگرفتن گرفتن یه جای سالم وقتی که غذای سالم بهش میرسه راحت ATP میده به تو واحد انرژی ولی وقتی که غذاهای بد بهش میدی باید خودش رو اجاست بکنه که اون مواد اولیه رو به ATP تبدیل بکنه و نمیتونه پس بنابراین ما بر از من، تو، همه برخره یه جای زندگیمون غذاهای بد خوردیم برای یه مدت طولانی و این دفورم شده تعدادش هم اومده پایین این مایروکانجیا ها انرژی درستی بدین هی بی حالی، هی حال نداری فستینگ باعث میشه نه تنها در واحد سلولی سلولهای بد خورده بشن که بهش میگن اتافجی داخل سلول اون مایروکانجیا ها رو که دیفورم شدن بخوره خودخوری بکنه و بهش میگن مایتافجی پس فایده دوم اول انسولین بود فایده دوم اتافجی سلش مایتافجی بود که این مایتافجی خیلی جدیش بگیرید خیلی به شما کمک میکنه بارها از من پنج ساله میشنوید میگم چاقی یک بیماری درون سلولیه یک جنبش همین مایروکانجیاس که با فستینگ میتونی خوب ولی فستینگ رو فقط گرسنگیش رو نبین فیدینگ ویندوت هم ببین که چی باید بخوری که ساپورت بکنی اون مگر نه بله یه مقدار اتافجی میسوزونی مثلا ها رو دوباره سلول های دفرمه میاد یه مقدار هم ها رو میسوزونی داخل سلول ولی به دوره غذای بد میدی دوباره همونهای بد تولید میشن اینه که میگم چقدر مهمه که چی میخوری مهمترین قسمت فستینگ تو اون قسمتی هستش که حالا میخوای غذا به بدن برسونی بعد از 14 ساعته 12 ساعته 8 ساعته بعد از سه روزه بعد از یک هفته است بعد از دو هفته است اکستندد فاست اینترمیتنت فاست انواع فست و فست آب فست جایی که همه رو فست کوفته فست مسلمونیه که همه اینا رو صحبت کردیم ویدیو اول مهمترین قسمتش اینه که تو چی میخوری بعدش پس فایده دوم اتافجی سلش مایتافجی فایده سوم خیلی مهم دستگاه گوارش تو مجموعه ای از باکتری ها و میکروب ها هستن که بهش میگن ماکروبیوم از لحاظ تنوع و از لحاظ فانکشنالیتی باید یک تناسب درستی داشته باشن حتما شما شنیدید که میگن آقا بیا قرص پروبایاتیک بخور بله اون چند صد چند هزار باکتری هایی که شناخته شده است داخل بدنت میده ولی همهش این نیست دو وابستت میکنه فستینگ باعث میشه اون باکتری هایی که دقیقا مثل ها که داخل سلولت بد فرم گرفته بود داخل رودت هم یه سری باکتری های کاذب ایجاد میشه که فرمان به مغزت میده بعد مغزت شیرینی به طور مثال ازت میخواد چرا؟ چون انقدر بد خوردی ساختار ماکروبیوم داخل رودت عوض شده که بتونه اون شکر رو پروسه بکنه خب اون باکتریا غذاشون چیه؟ شکره فستینگ این کنترل رو به تو میده چون شکر به این باکتریا نمیرسونی نمیرسونی از بینشون میبری چه اتفاقی میفته؟ باکتری های درست جدید خوب درست میشه تو دستگاه گوارشت تو معدت تو رودت آبت فرمان درست میره به مغزت برای کسایی که خیلی دوست دارن غذای خوبی که بهت میدی بهش میگن می پری بایاتیک خود باکتری هایی که تو رودت وجود دارن میدونی کجان وقتی میگیم باکتری ها مدفوعته دیدید میگن مدفوع و خیلیا تو آمریکا کانادا آلمان میرن مدفوعشون رو اهدا میکنن از اون طریق بیزینس دیگه نمیان بگن غذای درست بخور که مدفوع انتقال میدن داخل روده به طور آزمایشی چرا تو اون باکتری خوب از یه شخصی به شخص دیگه از اون طریق خیلی چندشه ها ولی خب تو میتونی پری بایاتیک یعنی غذاهاشو بدی اصلاح بکنی و فصل این کار رو برای تو انجام میده منوط به اینکه بعدش بدونی چی میخوری و این پروبیوتیک ها این باکتری ها رو داخل باکتری های خوب رو داخل بدنت درست تنظیم میکنه بعد چی میشه سیگنالهایی درست به مغزت میده هنی میگی گشنمه بالانس میشی هانگر هورمونات درست ترشو میشه ببین خیلی اعتقاد دارن بدن ما رو همین باکتری ها دارن کنترل میکنن و درست هم هست که ما الان چهار پنج سال زیاد در موردش میدونیم قبلا نمیدونستیم در موردش فستینگ به تو کمک میکنه که کنترل و انان بدنت رو دستت بیاد میخواد انسولین باشه میخواد مایروکاندریات باشه میخواد سلولات از لحاظ فرمی باشه میخواد داخل رودت باکتریهات باشه ولی ببین چند دفعه گفتم دیگه خودتون بگید چی باید بخوری بعدش اون خیلی مهمتر هستش در این صحبت نمی کن. فقط گشنگی بدیم خب اون که اصلا فستینگ نیست کالری دفسته نقصان کالریه فستینگ نیستش قربونت برم یه روپوش سفید دست تنت کردی چهار تا واحد پاس کردی هفت سال درس خوندی دمت گم تغذیه یک درس وردشتی حرف نزن تو یقینا اگه بری بخونی بهتر از من حالیت میشه و نمیری بخونی لجبازی میگه همونهای که یاد گرفتم بسته همینی که تو کتابان بوده از لحاظ مغزی کاغنیتیو فانکشنالیتی تو بالا میبره مغزت رو بهتر کار میکنه ببین یه چیزی یادم رفت بهت بگم در مورد مایروکانجا ببین ما وقتی غذا میخوریم وقتی نمیسوزونیمش اون کسی که ورزش میکنه میسوزونتش دقیقا مثل یخچالیه که تو هفته پیش رفتی خرید کردی گوجه، خیار، سبزیجات، گوشت همچون گذاشتی اینا استفاده نکردی یا یه مقدارش رو استفاده کردی کهنه شده و به جای اینکه اینا رو خالی بکنی استفاده بکنی یا بریزی دور دوباره هفته بعد رفتی غذا خریدی دوباره چپوندی اونجا این همینجوری کپک میزنه داخل قد... بدن ما هم همینه غذایی که انرژی که استفاده نشه هزار تا درد و درمونه داستان از این قراره از نظر فانکشنالیتی بهتون گفتم از لحاظ اینکه خب به هر حال یه مقدار وزن از دست میدید درست بهتون گفتم اما مهم اینه که چی بعدش میخوری مگر نه ماهیچه از دست میدی عضله از دست میدی و بعد میاد جایگزین بشه جایگزینش عضله که نمیشه چربی میشه و میشه تیروئید کمکاری تیروئید که همه خانمها دارن هی hey. کم کردن اضافه کردن کم کردن اضافه کردن فاستینگ رو این کار نکنید صد درصد صد, صد درصد بهت کمک میکنه اگه بدنت التحاب داره التحاب خیلی داغونه ما به خاطر تعدد غذاهایی که خوریم به خاطر روغنهایی که مصرف کردیم خیلی بدنمون التحاب داره اینا فوایدی هستش که من میتونم و یه دونه دیگه انسولین سنسیتیویتی تو این خیلی مهمه بچه انسولین سنسیتیویتی تو بالا میبره یعنی چی این سلول خیلیاتون که چاقید سلولاتون چون گشنه است مواد غذایی آمینو اسید مینرال ویتامین بهش نمیرسونی چرا چون انقدر این جدار سلولید التهاب داره غذا توش نمیره انسولین که تو بدن ترشوم میشه نمیتونه این در سلول رو وا کنه چون چون حساس نیست انسولین سنسیتیویتیت پایین اومده یعنی با انسولین سنسیتیو نیست که درش وابش قضا بره توش فستینگ انسولین رو میبره بالا بعد سلول ها سیراب میشن میتونن مواد غذایی رو دریافت بکنن این یعنی چی؟ مقاومت انسولینی میاد پایین مطلب آخره یادم میاد دلم نمیاد نگم داخل گات شما داخل دستگاه گواره شما به خصوص روده شما وقتی که فستینگ میکنید باعث میشه اون جداری که لایهی که داخل روده هستش که خیلی وقتا نازک شده و میکروب و باکتری ها داخل جریان خونتون لیچ میکنن یعنی میزنن توش که بهش میگن روده تحریک بزیر لیکی گات فستین باعث میشه این لایه سفت بشه پس برای کسایی که روده تحریک پذیر دارن فستین خوب هست ولی آدم های مختلف این فواید رو داره ولی هر کدوم به چه سبکی باید اجرا بکنن یه کسی بیس ساعت باید اجرا بکنه قطعا میتونم بهت بگم هر روز نباید فست باشه اینو برای همه سالم هم باشه هر روز فسته هر روز من فسته هم امروز شکوندم امروز فلان کردم بیزا اینا فواید فستی هست و خیلی چیزهای دیگه ولی ایناش معروف ترین هاست امیدوارم براتون مفید شده باشه لایک و بزن شیر بکن تو ویدیوهای بعدی میخوام به یاد بدم چه چیزهایی بخوری که فست تو بتونی طولانی تر انجام بدی کجا باید فستتو رو بشکنی و یه سری چرت و پرتا در مورد فست دادن رو میخوام بررسی بکنم زیر کامنت ها برام بزنید سوالاتتون چی هستش تا بتونم ویدیوهایی بسازم که پاسخ به نیاز شما باشه نه اون چیزی که من تو ذهنم دارم شاید سوال شما باشه ممنون میشم ویدیوهای بعدی رو هم ببینید